ماشین ما با پوشش ویژه. حمله هوایی آمریکا به قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد، فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه ایران کشته شد. جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی ایران در حضور آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران گفته انتقام سختی در انتظار آمریکاست. واکنش‌های جهانی به قتل قاسم سلیمانی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید عملیات بدون اجازه نماینده‌ها بوده. روسیه، عراق و سوریه حمله آمریکا را محکوم کردند. سلام، خوش آمدید به پوشش ویژه ما اینجا در بی بی سی فارسی. سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله پهپادی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد. ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده نیروی هشت شعبی عراق هم که به استقبال آقای سلیمانی در فرودگاه بغداد رفته بود، در این حمله جان باخت. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، گفته انتقام سختی در انتظار آمریکاست. شورای عالی امنیت ملی ایران برای بررسی موضوع به ریاست شخص آیت الله خامنه‌ای جلسه فوق‌العاده تشکیل داده. وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرده تا اعتراض شدید خود به این حمله را از این طریق به دولت آمریکا منتقل کند. در استودیو اینجا همکارم نفیسه کوهنورد با ماست. از اطلاعات بیشتر این خبر بهمون بگو نفیسه. ناجیه، این اتفاق نیمه شب گذشته افتاد. اول که صدای انفجار در بغداد شنیده شد، خبرها حاکی از این بود که احتمالاً باز یکی از پایگاه‌های آمریکا یکی از پایگاه‌های دیپلماتیک آمریکا در نزدیکی فرودگاه و قبلا هم هدف حمله قرار گرفته، از طرف گروه‌های نزدیک به ایران مورد حمله قرار گرفته. اما بعد از چند دقیقه مشخص شد که این حمله از طرف نیروهای آمریکایی بوده و چند عضو هشت شعبی در اون کشته شدن. اما به مرور خبرها اومد که دو فرمانده خیلی ارشد در اون کاروان بوده، کاروانی که از فرودگاه بغداد به سمت شهر بغداد در حال حرکت بود، دقیقا در جاده خود فرودگاه زدن که بلافاصله بعد از این اتفاق فرودگاه بغداد هم بسته شد. گویا آقای سلیمانی و همراهانش از سوریه به عراق اومده بودن، اونطور که بعضی از منابع آمریکایی میگن با هدف زدن بیشتر پایگاه‌های آمریکایی و کشتن فرمانده‌ها و سربازهای آمریکایی اومده بودن، چیزی که ما مستقلا نمیتونیم تایید بکنیم. اما یکی از دلایل پشت این حمله از طرف نیروهای آمریکایی به این شکل عنوان شده که مطمئن بودن اونها هم هدفی دارن و هدفمند اومدن. جالبه که در صحنه‌ای که اتفاق افتاده، خب کاروانشون خیلی مشخصاً خیلی دقیق هدف قرار گرفته، مثل هدف‌هایی که می‌بینیم معمولاً اسرائیل میزنه در سوریه و نزدیک مرز عراق تا حالا زده. کاروان خیلی مشخص هدف قرار گرفته و در کیف‌هایی که در اطراف پخش شده پول ایرانی هست، پول سوری هست، پول عراقی هم دیده میشه. چطور کار به اینجا کشید نفیسه؟ خب تو چند مدت گذشته واقعاً شرایط به خصوص در عراق خیلی تنش‌آلود بود و همه انتظار این رو داشتن که تنش بین ایران و آمریکا و گروه‌های تحت حمایت آمریکا ایران بالاتر بره. در 8 ماه گذشته 11 بار پایگاه‌های آمریکایی مورد هدف حمله خمپاره قرار گرفتن که هر بار گروه‌های نزدیک به ایران متهم شدن به دست داشتن. در جواب به این حمله که یکیشون در پایگاه کرکوک اتفاق افتاد و یک مترجم آمریکایی عراقی کشته شد، آمریکا هم برای اولین بار مشخصاً اومد خاک عراق و همچنین بخشی از خاک سوریه رو بمباران کرد و
مواضع کتاب حزب الله از نزدیکترین گروه ها به ایران رو هدف قرار داد که تعداد زیادی از نیروهای این گروه کشته شدند و اونها هم تهدید کرده بودند که قطعا تقاص اون خون رو پس خواهند گرفت. حمله کردند به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد، منطقه‌ای که کاملا اون تیکش کاملا حفاظت شده است، اما معلومه که به هر حال اجازه داده شده بود به این تظاهر کننده ها و طرفدارهای هشت شعبی که وارد اون منطقه بشن. بخشی از سفارت آمریکا رو به آتیش کشیدن و بلافاصله بعد از اون بود که آمریکا اعلام کرد که تفنگدارهای درویش رو از کویت منتقل میکنه، تعدادیشون رو به عراق برای حفظ منافع آمریکا و جان شهروندان آمریکایی. پیش بینی میکنند ایده ای که این اتفاق ناامنی رو در منطقه‌ای که همچنان ناامن هست باز هم بیشتر از این افزایش بده. معلومه به خاطر اینکه الان یک نگرانی که وجود داره اینه که جواب ایران یا جواب همین گروه های هشت شعبی چه خواهد بود. همین الان اعلام کردن که دارن جلسه میکنن و گروه هایی که خودشون رو گروه های مقاومت میخونن از لبنان گرفته تا سوریه و عراق و ایران دارن بررسی میکنن که چه جوابی رو باید بدن به این تحول. این تحول در داخل قلب بغداد اتفاق افتاده، به نوعی توهین هم به مقامات عراقی محسوب میشه. جالبه که قبل از حمله به پایگاه های کتائب حزب الله نیم ساعت قبلش حداقل اطلاع داده بودند به نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق، اما این بار معلوم نیستش که آیا به مقامات ارشد عراقی اطلاع دادن، با توجه به اینکه حتی بخشی از نیروهای ائتلاف به هیچ وجه تا اونجا که من اطلاع تونستم کسب بکنم اصلا از این عملیات اطلاع نداشتن و گروه خیلی کوچیکی میدونستن که چنین عملیاتی در پیشه، چنین هدفی در پیشه و خیلی ها معتقدن حتی در داخل خود ائتلاف معتقدن که گام خطرناکی بود برای اینکه موقعیت نیروهای ائتلاف رو هم به خطر میندازه. همین الان اعلام کردن که نیروها باید در حالت آماده باش باشن، کیفاشون رو جمع بکنن، کوله پشتیاشون رو آماده بکنن که اگر لازم باشه خروج اضطراری از عراق داشته باشن. آقای سیستانی مرجع شیعه واکنش نشون داده و گفته که این در حقیقت نقض تمام قراردادهای بین المللی و توهین به استقلال تمامیت ارضی عراق. مقتدا صدر یک بار دیگه نام جیش المهدی را آورده، ارتش مهدی که در سالهای بین 2003 تا 2008 علیه نیروهای آمریکایی می‌جنگید و گفته من به اون گروهی که منحل شده بود، گفته من به اون گروه دستور آماده باش دادم که اگر لازم باشه وارد عمل بشن. خب اینها همه تنش رو بالا خواهند برد و میشه انتظار داشت که به هر حال یک جوابی هم باشه. متشکرم از تو نفیس اینجا در استودیو، باز در ادامه خبرها به تو برمیگردیم. اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسئله سیاسی از بن آلمان با ما هستند. آقای مهدوی آزاد، بیشتر به ما بگید از اهمیت قاسم سلیمانی در سیاست داخلی ایران. قاسم سلیمانی یه جورایی در واقع نماد مقاومت، نماد اون بخش سیاست خارجی ایدئولوژی که جمهوری اسلامی بود. در واقع در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی یک حرف در سیاست خارجی بیشتر نداشته، اون هم صدور انقلاب بوده. نماد اون صدور انقلاب هم چیزی نبوده جز قاسم سلیمانی و نماد اون هم جز سپاه قدس و نماد اون هم چیزی نبوده جز قاسم سلیمانی. منتها فقط آقای قاسم سلیمانی این نبود، واقعیت نستش که تبدیل شده بود به یکی از معدود یا قابل اعتماد ترین جنرال هایی که شخص علی خامنه ای میتونست باش کار بکنه، بهش اعتماد کنه. با اینکه نگاه سیاسیش به شدت تند بود، به شدت ضد آمریکایی، ضد امپریالیستی بود، اما از نظر منش سیاسی طوری بود که دولت های مختلف هم میتونستن با اون کار بکنن. نمونهش این که دولت احمدی نژاد هم حتی با آقای قاسم سلیمانی رابطه بسیار نزدیکی داشت. نمیدونم آقای بقائی رو دارن محکوم کردن به خاطر که از او چند میلیون دلار پول گرفته. و در دولت آقای روحانی هم جواد ظریف و سایر مقامات رابطه بسیار خوبی دارن. در دولت خاتمی هم با اینکه نامه نوشته بود باز روابط خوبی داشت به نسبت سایر سرداران سپاه. در مجموع میخوام بگم قاسم سلیمانی یه جورایی نقش تعادل بخش داشت بین نیروهای سیاسی داخل ایران، یه جورایی نقش تعادل بخش داشت بین سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و سیاست خارجی کلاسیک جمهوری اسلامی که توسط وزیر خارجه دنبال میشه.
خلأ اون در واقع فقط از دست دادن یک مهره استراتژیک در حکومت نیست، در واقع خلأ یک نیروی تعادل بخشه، خلأ یک نیروی اطمینان بخشه و جمهوری اسلامی فقط یک نماد رو از دست نمیده. آقای خامنه‌ای یک سرباز قابل اطمینان، یک مهره بزرگ در این شطرنج رو از دست میده و به گمان من از دست رفتن او، ترور او، قتل او، کشتن او، مردن او، هر اسمی بگذاریم، شهید شدن او، در واقع نقطه آغاز یک سلسله تحولات بزرگ در خاورمیانه است. در خبری که همین لحظات پیش به دستمون رسید، آیت الله خامنه ای در حکمی سرتیپ اسماعیل قاآنی رو حالا به عنوان فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب کرده. اسماعیل قاآنی پیشتر جانشین سلشگر سلیمانی در نیروی قدس بود. این خبری است که همین لحظات قبل به دستمون رسید. حالا آیت الله خامنه ای در حکمی سرتیپ اسماعیل قاآنی رو به عنوان فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب کرده. آقای مهدوی آزاد، میخواستم بدونم که فکر میکنید چه تأثیری در، همونطور که گفتید تأثیر زیادی میگذاره در توازن سیاسی در داخل ایران، ولی این تأثیر کی و چطور خودش رو نشون خواهد داد؟ یک نمونه ساده این سوال هست که بعد از این ماجرا جمهوری اسلامی میخواد چه جوری واکنش نشون بده. اگر شما الان به اظهار نظرهای اولیه مقامات سپاه نگاه کنید که حدود 10 ساعت هنوز نگذشته از ماجرا و همچنین پیشینه اونها، دو سه تا جریان سیاسی خیلی روشن در سپاه پاسداران میبینید. یک جریانی هست که دوله سعی میکنه این ماجرا رو به شکل مسالمت آمیزی حل و فصل بکنه، کار به جنگ تمام عیار ایران و آمریکا کشیده نشه. همین روز همین ساعت شما میبینید مدام داره در شبکه‌های مجازی فعالیت میکنه، میگه مرگ قاسم سلیمانی، شهادت قاسم سلیمانی نقطه آغاز اخراج آمریکا از عراق هست. یعنی میگه ما حالا از این فرصت استفاده کنیم، پارلمان عراق رو تحریک کنیم که نیروهای آمریکایی رو اون مصوبه رو تصویب کنه، نیروهای آمریکایی رو از عراق اخراج کنن. یعنی میخواد مادر بره به این سمت. بخش دوم رو اگر شما نگاه کنید، نیروهای نظامی نزدیک به آقای محسن رضایی هستن که خودش اولین کسی بود که توییت کرد و واکنش نشون داد. اونا میگن ما این نقطه رو به انتقام سختی میگیریم، هدفشون این هست که این نقطه رو در واقع تبدیل کنن به یک نقطه عطف در تعامل نیروهای نیابتی ایران با آمریکا، به این معنا که آمریکا میگن بعد تمام پایگاهاشو جمع بکنه، دیگه سربازان آمریکایی در معرض شلیک قرار خواهند گرفت. هدف اونها این هستش که روابط ایران و آمریکا رو برگردن به سال قبل از 2012، یعنی هم مقطعی که نیروهای آمریکایی خیلی کشته زیاد میداد. و جریان سوم شما میبینید که اونها طرفدار پاسخ کلاسیک جمهوری اسلامی هستن، یعنی میگن ارتش آمریکا شلیک کرده به قاسم سلیمانی که ژنرال ماست در یک کشور سوم و حالا ما باید به صورت کلاسیک پاسخ بدیم. ژنرال قاآنی، آقای قاآنی در واقع جزو نیروهای سوم هست، کسی است که فعلا در این مرحله موضع تندتر داره، به این راضی نیست که بگه که آقا ما فقط اینو تبدیل کنیم به پارلمان در واقع عراق، به بحث سیاسی در داخل عراق، و از این هم فراتر هست، نمیگه ما فقط بعد نیروهای نیابتی مون جنگ کنن، شکل سوم رو جوری های دنبال میکنه. در این حال به نسبت در واقع بخشی از سپاه پاسداران همچنان نیروی متعادلتر محسوب میشه. من فکر میکنم یکی از اولین تاثیرات نبود قاسم سلیمانی این هستش که مشخص میشه کدام یک از این سه جریان دست بالا رو در سیاست خارجی ایران میگیرن. این به این معنی است که مشخص میشه آیا جمهوری اسلامی در ماهای آینده بیشتر شبیه یک گروه مسلح خواهد بود که مثل اوایل انقلاب فقط در خاورمیانه عملیات نشون انجام میده، یا یک کشور متشکل خواهد بود عملیات کلاسیک نشون میده، یا یک کشوری خواهد بود که سعی میکنه عاقلانه رفتار کنه آنچنان که اسرائیل به پایگاهش در واقع حمله میکرد. فکر کنم مهمترین تاثیر قاسم سلیمانی این هست. سایر تاثیرات از اون تاثیرات سیاسی مسائل جانبی است که در روزهای آینده میتونیم راجعش حرف بزنیم. جانشینی که انتخاب شده، فکر میکنید که این چه معنایی داره و کدام جریان رو با گزینه هایی که شما برشمردید ممکنه ایران بیشتر بهش مصر باشه؟ اون چیزی که من الان میفهم این هستش که جمهوری اسلامی داره به شدت تلاش میکنه هیجان مسئله رو بگیره. در واقع شکل اولیه مسئله هستش که آمریکایی‌ها قاسم سلیمانی رو زدن، پس بدویم ما واکنش نشون بدیم. از همون لحظات اول اعلام کردن که برای اولین بار شورای عالی امنیت ملی میخواد با حضور آقای خامنه‌ای تشکیل جلسه بده. خب این دروغه. شورای عالی امنیت ملی در تمام این سالها، در تمام این سه دهه با حضور آقای خامنه‌ای تشکیل جلسه داده، خیلی وقتا او تصمیم گرفته، خیلی وقتا او اصلا دستور داده به شورای امنیت ملی، جمع رسونده به یک نتیجه از جمله در زمینه برجام. از همون اول در واقع میخواستن آقای خامنه‌ای از یه ضرب خارج کنن، ببرن بحث رو به این سمت که یک تصمیم جمعی قرار هست در جمهوری اسلامی اتخاذ بشه. مشکل این هست که مقام رهبری این مشکل آقای خمینی هم داشت.
در این جور موارد میاد یک موضع ایدئولوژیک میگیره. زمانی که با آقای خزمان آقای خمینی این مشکل بین ایران و آمریکا پیش اومد، آقای خمینی اومد گفت اگر من بودم میزدم، حالا شما خودتون تصمیم بگیرید. و بعد نیروهای تکنوکرات میرفتن پایین دست و پا میزنن که آقا اگر ما شلیک کنیم میزنن، جنگ میشه، ما بدبخت میشیم، و میان مسئله رو جمع جور میکنن. احتمالا آقای خامنه ای چنین موضع انقلابی خواهد گرفت در ظاهر، منتها در عمل من فکر نمی کنم بس به سمت یک جنگ نظامی کلاسیک گسترده پیش بره، به خاطر که واضح هست ایران شکست میخوره، واضح هست سپاه بخش بزرگی از تجهیزاتش رو در چند ساعت یا چند روز از دست خواهد داد. اشتباه محاسباتی که جمهوری اسلامی داشته عامل این وضعیت هست. آقای خامنه ای الان احتمالاً فهمیده تمام اون کوریایی که میخوندن که نمیدونم ترامپ کاسب هست، ترامپ شلیک نمیکنه، ترامپ هیچ کاری نخواهد کرد، انتخابات دستش بسته است، دیدن که ترامپ میتونه تصمیم بگیره که باراک اوباما، کلینتون و بوش حسرتش رو میتونن بخورن. برای فکر میکنم اشتباه محاسباتی دوم رو تکرار نکنن، یعنی کشور رو درگیر یک جنگ کلاسیک تمام عیار نکنن. با این حال بسیار بعید میدونم که ایران مثل حملات اسرائیل به سوریه رفتار کنه، سکوت بکنه. احتمال خیلی زیاد واکنش نشون خواهد داد، واکنشی به شکل کلاسیک اما قابل محاسبه. به نظر آیا فکر میکنین آقای مهدوی آزاد این که بعضی میگفتن آقای سلیمانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران میتونه یه گزینه مهم باشه، این درست بود چنین حدسی؟ این حدس هیچ وقت جدی نبود. در واقع کسانی که این بحثا رو میکردن عمدتا سیاست ایران رو نمیشناختن. آقای قاسم سلیمانی یک بار در سال 92 قرار بود کاندیدا بشه. آقای خامنه ای خیلی روشن به او گفته بود خیر، لازم نیست شما کاندیدا بشید، و مخالفت کرده بود. قبلا هم مطرح شده بود، گفته میشد که حتی آقای خامنه ای به او گفته که نقش شما در سپاه قدس خیلی مهمتر از رئیس جمهور ایران هست. واقعیت هم این هست که سپاه قدس همین 10 سال پیشش هم قدرتش بیشتر از رئیس جمهور ایران بود. الان که به اینجا رسیده که بدون اطلاع وزیر خارجه ایران واسه خودش رئیس جمهور میاره و میبره، بشار اسد منظورم هست، سپاه قدس اصلا سیاست خارجی ایران دستش هست. بعد از ماجرای تحریم ها به خاطر ورود سپاه قدس به مسئله دور زدن تحریم ها، بخش بزرگی از اقتصاد ایران هم عملا در اختیار فرمانده سپاه قدس است. من بعید میدونم که قاسم سلیمانی هیچگاه به صورت جدی دنبال رئیس جمهور شدن بوده باشه، هرچند که آقای قاسم سلیمانی از طراز اون ژنرال هایی بود مثل قاسم سلیمانی، مثل محسن محمد باقر قالیباف، هم محسن رضایی، از طراز این ژنرال هایی بود که اونها معتقد بودن با حضور در سیاست میتونن آرمان های سپاه رو پیش ببرن، و اون به این دلیل شاید او علاقه می داشت در دولت و رأس دولت باشه، اما در مجموع فکر کنم اون نقشی در معادلات سیاسی این شکلی ایران نداشت. خلایش هم هیچ باعث هیچ مشکلی در هیچ مشکلی برای علی خامنه‌ای نمیشه، اونا به سادگی میتونن نامزد مورد اطمینان خودشون رو پیدا بکنن. متشکرم از شما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. علاوه بر آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری و مقام های دیگر حکومت ایران هم بر گرفتن انتقام خون سرلشکر سلیمانی تاکید کردند. حسن روحانی در پیامی گفته راه او با قوت ادامه خواهد یافت. رمضان شریف سخنگوی سپاه هم گفته از امروز سپاه و جبهه مقاومت فصل جدیدی را آغاز خواهند کرد. اینجا در استودیو همکارم فرین آسمی با ماست. واکنش ها در داخل ایران رو به این خبر دنبال کردی؟ بیشتر بهمون بگو فرین. ناجه، بیشتر تا این لحظه واکنش ها محکوم کردن کشته شدن آقای قاسم سلیمانی بود و اینکه انتقام خواهد گرفت ایران و واکنش سختی خواهد داشت این کاری که آمریکا کرده. آیت الله خامنه ای امروز در جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر بود، مسئله که تقریبا کم سابقه است، یک بار قبلا اتفاق افتاده، ولی خب معمولا پیش نمیاد که آقای خامنه ای در این جلسه شرکت بکنه. قرار بود که تصمیم هایی گرفته بشه در این جلسه، اونطور که رسانه های ایران گفتن. آیت الله خامنه ای پیام هم داده، در پیامی گفته که انتقام سخت در انتظار به گفته او جنایتکاران حادثه دیشب خواهد بود. در پیامی که آقای خامنه ای داده خیلی تعریف شده از قاسم سلیمانی، گفته که اون نمونه برجسته تربیت شدگان اسلام و مکتب آیت الله خمینی بوده و راهش متوقف نخواهد شد. از اون به عنوان سردار سپهبد نام برده، بهش گفته شهید. البته قبلا هم در سالها پیش در کرمان آقای خامنه ای به آقای سلیمانی لقب شهید زنده رو داده بود. از القابی که به آقای سلیمانی دادن ژنرال بین‌المللی، فرمانده در سایه، کابوس دشمن، مالک اشتر زمان و ژنرال حاج قاسم بود. خودش میگفت که بهش بگن سرباز ولایت.
آقای خامنه‌ای همچنین در حکم اسماعیل قوانی فرمانده نیروی قدس رو به عنوان جانشین آقای سلیمانی انتخاب کرد و فرمانده بعدی نیروی قدس به این ترتیب آقای قوانی سومین فرمانده نیروی قدس که بعد از احمد وحیدی و قاسم سلیمانی به این پست میرسه و آقای دفتر آیت الله خامنه‌ای که بیانیه منتشر کرده و گفته که برنامه نیروی قدس عیناً همونه که در دوران فرماندهی آقای سلیمانی قرار بود که انجام بشه. کلاً همه مقام‌های ایرانی تقریباً این کشته شدن آقای سلیمانی رو محکوم کردن و گفتن که راهش ادامه خواهد داشت. سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای داده، تسلیت گفته و گفته که در این حمله چند نفر از فرماندهان و همراهان آقای سلیمانی هم کشته شدن، فرماندهان هشت شعبی رو گفته محکوم کرده و فقط گفته که مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه‌اش بعداً اعلام خواهد شد. چیز دیگه‌ای نداشت توی این اطلاعیه. جانشین فرمانده کل سپاه علی فدبی بوده، گفته که صحبت کرده، گفته که راهش ادامه پیدا خواهد کرد و این واقعی تلخ برای به گفته او جنایتکاران خواهد بود. رمضان شریف سخنگوی سپاه هم اون چرا که شادی لحظه ای آمریکا و اسرائیل خوانده، گفته که این دیر نخواهد پایید و سپاه قاسم سلیمانی های زیادی داره و اونها میتونن جاش رو بگیرن. و البته گفته بود که فرهنگ سپاه ایجاب میکنه که جانش وقتی که یک سردار به توصیف او سردار سرافرازی سر پست خودش هست نباید جانشینش رو اعلام کرد، ولی خب افراد شبیه به او زیاد هستن و حالا که کشته شده افراد دیگه هستن که جاشو بگیرن. آقای روحانی همونطور که گفتی در مقدمه اینو محکوم کرده و گفته که این جنایت هولناکی بوده، از لفظ جنایتکار برای آمریکا استفاده کرده و گفته که در برابر زیادی خواهی های آمریکا مردم میستن. هیئت دولت سه روز عزای عمومی اعلام کرده. از طرف دیگه همه برنامه های ورزشی و مسابقات ورزشی در روزهای 14 و 15 دی ماه لغو شدن. کنسرت ها و برنامه های فرهنگی لغو شدن. پرچم سبز گنبد امام هشتم شیعیان در مشهد هم به رنگ سیاه در اومد. از طرف دیگه شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفته که حاضره که به صورت فوق‌العاده برای کسایی که میخوان در مراسم آقای سلیمانی شرکت بکنن اونها رو جا به جا بکنه و به این طرف و اون طرف ببره. نماز جمعه بوده امروز، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه بوده، به شدت محکوم کرده و گفته که آمریکایی‌ها دیگه در دنیا آرامش نخواهند داشت و ترامپ مطمئن باشه که روز اونها رو تبدیل به شام سیاه می‌کنیم. در مجلس هم واکنش داشته، علی لاریجانی واکنش نشون داده و همچنین یک نماینده مجلس واکنش نشون داده و خانم زرآبادی صحبتی که نماینده قزوین هست و چیزی که گفته، گفته که آقای سلیمانی در زمان برای صلح می جنگیده نه برای جنگ و خب تسلیت گفته کشته شدنش رو. محمد جواد ظریف کسی دیگه بوده که واکنش نشون داده، توییت کرده اقدام آمریکا رو تروریستی نامیده و گفته که قاسم سلیمانی نیروی بوده که با داعش، جبهه النصره و القاعده می جنگیده، کشتنش رو احمقانه و خطرناک معرفی کرده. یک سابقه هم خب آقای ظریف داشته، با اینکه همیشه گفته بود برای آقای سلیمانی احترام ویژه‌ای قائله و گفته بود که بیشتر از 20 ساله که از نزدیک با هم همکاری میکنن، ولی سال گذشته در یک سفر از پیش اعلام نشده بشار اسد اومده بود ایران و در عکس هایی که منتشر شد آقای ظریف در این جلسه حضور نداشت، در دیدار با آقای خامنه ای و حسن روحانی هم حضور داشت. بعد از انتشار این عکس هایی که بشار اسد با آیت الله خامنه ای داشته، آقای ظریف در اینستاگرامش نوشت که بعد از عکس های ملاقات امروز دیگه جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری نداره، بحث استعفاش مطرح شد و صحبت از این بود که مخالفت های بین او و آقای سلیمانی هست، ولی خب به هر حال امروز کشته شدن اون رو محکوم کرد و اون رو تروریسم بین الملل نامید. به چیز دیگه که میتونم اشاره بکنم، علی ربیعی سخنگوی دولت که در توییتر نوشت که قاسم سلیمانی سرمایه نمادین و ملی ایرانیان هستش و گفت که پاسخ سخت دور نیست و مثل بقیه مقامات اون هم از انتقام صحبت کرد. حالا فعلا در همین حد تهدید باقی مونده واکنش مقام های ایرانی، باید ببینیم که آیا واکنش سختری هم خواهند داشت در ساعات بعدی یا نه. متشکرم از تو فرین عاصمی. در
استکهلم سوئد، فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی با ما هستن. خانم روستایی، چقدر در سیاست خارجی ایران در منطقه آنطور که گفته میشد ایران بود که تصمیم گیرنده بود در اتفاقات این منطقه و قاسم سلیمانی شخص اول این تصمیم گیری ها؟ شاید شخص اول نبود آقای قاسم سلیمانی، اما قطعا یکی از تأثیرگذارترین افراد نظامی امنیتی در معادلات منطقه بود، در معادلات ایران بود. قطعا عراق چند ماه گذشته رو قاسم سلیمانی هدایت و مدیریت کرد و اون جمله معروفی که به دولت عراق گفت که ما میدونیم که چگونه تظاهرات رو ساکت کنیم، آروم کنیم، که منظورش سرکوب کنیم، این جمله حاکی از این بود که چقدر ایشون قدرت و اقتدار داره. آقای قاسم سلیمانی همان کسی است که ظاهرا در سلیمانی یا در جای دیگری بیش از یک بار با هیئت یا تیم آمریکا یا با سفیر آمریکا مذاکره داشته. شنیده شده بود که مذاکرات پنهانی بدون اطلاع دولت و شاید بدون اطلاع مقام‌های اصلی حکومت با تیم‌های آمریکایی داشته. در واقع اینکه ایشون در یک جورهایی با حتی سایه‌های انگشت خودشون روی معادلات خاورمیانه تأثیر می‌گذاشتن و یک چیزهایی رو جابجا می‌کردن اصلاً تردید وجود نداره. به همین دلیله که کشته شدن قاسم سلیمانی میاد که خیلی اتفاق مهمی باشه و تأثیر قابل توجهی حداقل در دو کشور ایران و عراق خواهد داشت. سیاست دولت روحانی با سیاست قاسم سلیمانی در منطقه چه تعارضی داشت؟ در واقع اگر در منطقه بخوایم حساب کنیم، این آقای قاسم سلیمانی بود که منطقه رو اداره میکرد. ایشون وزیر خارجه بود و وزارت خارجه. در واقع همه ارتباطات ایران، خارجی ایران، که طبق معمول باید وزارت خارجه انجام بده، این مأموریت و این مسائل رو شخص قاسم سلیمانی و سپاه قدس انجام داد. حداقل یک در عراق، دو در افغانستان، سه در لبنان و سوریه و این اواخر در یمن. یعنی اینی که گفته میشه که اهمیت قاسم سلیمانی بسیار زیاده، در واقع قاسم سلیمانی وزارت خارجه یه نفری ایران بود. ایشون از جانب رئیس جمهور، از جانب وزیر خارجه و با اختیارات تام از جانب رهبر همه معادلاتی رو که تشخیص میداد، حال مشورت هایی هم که هدایت هایی هم میشد، یک نفری انجام میداد. و چقدر فکر میکنید که این سیاست ها قائم به او بود؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد. قاسم سلیمانی اصلا شما این رو نمیتونی انکار کنی که قاسم سلیمانی اگر بهش بگم یک هیرو، یک قهرمان ملی بود، یک جورهای قهرمان ملی بود. قاسم سلیمانی در سرکوب داعش و در واقع پیگیری داعش در عراق و سوریه نقش قابل توجهی داشت. در معادلات و موازنه هایی که قرار بود به نفع جمهوری اسلامی باشه، بی تردید قطعا قاسم سلیمانی نقش ماندگار ابسولوت و غیر قابل انکار و غیر قابل جایگزینی داشت. اما اتفاقی که می افتاد اینه که وقتی که ایران یک اقداماتی رو برای تثبیت منافع ملی خودش در ماورای مرزها، مثلا در سوریه یا عراق انجام میداد، بعد اتفاقات دیگری هم تالیش می افتاد، ادامه پیدا می‌کرد. و اون که مثلا تمام امکانات و تجربیات رو علیه اسرائیل هم هدایت می‌کرد، این بود که بعد یواش یواش همه چیز خراب می‌شد. این اتفاقی بود که پشت قاسم سلیمانی افتاد. میرفت برای اینکه داعش رو سرکوب کنه و موفق هم بود. بعد یه دفعه می‌بینی همه نیروها رو آرایش می‌داد برای اینکه به اسرائیل هم یک ضربه بزنه. بعد این باعث تحولاتی می‌شد که دیگه هیچ کس و حتی قاسم سلیمانی هم توان مقابله و مدیریتش رو نداشت. آیا میتونیم مصور بشیم که جانشین او جای او رو بگیره و این سیاست ها رو همچنان ادامه بده؟ اصلا این گونه نیست. نه تنها جانشین آقای قاسم سلیمانی، من اعتقاد دارم که هیچ کاراکتر نظامی دیگری در منطقه خاورمیانه طی چند سال گذشته نه قابل مقایسه با قاسم سلیمانی بوده و هست و نه کسی میتواند جایگزین ایشان باشد. یعنی قاسم سلیمانی نتیجه یک پروسه سیاسی، نظامی، امنیتی بسیار 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 پیچیده حدود حداقل 2 دهه سال است، 20 سال است که از توش چنین کاراکتری در اومد. شاید بشه یک جورهای مقایسهش کرد با اون نفوذ و حساسیتی که روی عماد مغنی
سوریه بود با تنها کسی که میشه مقایسش کرد به لحاظ منطقه‌ای، لوکال، خاورمیانه‌ای، عربی و مسلمانی، تنها کسی که قابل مقایسه با ایشون بود عماد مقنعه بود. و همون بی احتیاطی هایی هم که عماد مقنعه انجام داد، ایشون هم با یک به عبارتی اعتماد به نفس زیاد و زیادی بهش دوچار شد، تا اینکه در هر حال در تور آمریکایی ها قرار گرفت و کشته شد. و به نظر من هم سپاه قدس اشتباه فاحشی کرد، هم هشت الشعبی اشتباه فاحشی کرد. معمولا کسانی مثل قاسم سلیمانی یا مثلا عماد مقنعه، اینا دوتا آدم مهم توی ماشین یا توی کاروان قرار نمیگیرن، یا خیلی حفاظت اطلاعات اینها وحشتناک. حزب الله میلیون‌ها پوند خرج حفاظت اطلاعات و امنیت پرسنالش میکنه به دلیل اینکه هر لحظه اینها در معرض ترور قرار دارن. مشخصه که در این اتفاق اخیر با توجه به اینکه چند مقام ارشد هشت شعبی کشته شده و قاسم سلیمانی هم کشته شده و اینها نباید و همزمان در یک نقطه و در یک کاروان قرار داشتن، به نظر میرسه یک محاسبه بسیار بسیار خطا داشتن و این منجر به این اتفاق شد. خانم روسایی، فکر میکنید که چه تأثیری این اتفاق ایران و عراق بگذاره؟ من اعتقاد دارم که معذرت میخوام. ببینید، کشته شدن آقای قاسم سلیمانی قطعا بر دو تا کشور تأثیر ماندگار و غیر قابل انکار خواهد داشت. یک، ایران که الان بسیار عصبانیه، اطلاعیه میدن، اعضای عمومی اعلام میکنن و گفتن که میخوایم انتقام سختی بگیریم، در حالی که هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و این منجر به دعوت از حملات و ضربات سنگین تر خواهد شد. و دو، کشور عراق. ببینید، خاطرتون باشه که با توجه به اینکه حدود دو ماه در عراق تظاهراتی وجود داره، در حال مسائل داخلی عراق خواهان تغییرات و اصلاحاتی هستن، محور این تغییرات هم پایان دادن یا قیچی کردن نفوذ ایرانه. و یادآوری میکنم، اگر خاطرتون باشه، شده 10 روز قبل تظاهر کنندگان جوان عراقی توی بغداد حضور داشتن و یک فحش خیلی معروف و رکیک و شعاری که فحش رکیکی بود علیه قاسم سلیمانی دادن. یعنی نام قاسم سلیمانی محور همه شعارها و فحشهایی که جوانان عراقی میدادن. خب حالا قاسم سلیمانی حذف شده به هر دلیل. شما شاهد بودید که امروز در بغداد تظاهرات شادی و همون جوانهایی که فحشهای رکیک میدادن حالا جمع شدن با تکان دادن پرچم و میرقصیدن و شادی میکردن. این نشون میده که حذف قاسم سلیمانی از معادلات ایران در عراق یا ضرب خوردن به نفوذ ایران در عراق، این سبب خواهد شد که یک جورهای این روند تغییرات در عراق هم تشدید بشه و در واقع مقاومت هایی که هشت شعبی و شیعیان و شاخه های فریش دارن انجام میدن در معرفی نخست وزیر و اینکه پارلمان چیکار کنه، نمیدونم بدری ها چیکار کنن، گروه های هوادار ایران چیکار کنن، اینها ضربه اساسی خورد. و فکر میکنم دو سه گام تحولات عراق، شاید از دو سه گام هم بیشتر، رو به جلو خواهد رفت. من اعتقاد دارم قطعا ایران و عراق قبل و بعد از ترور آقای قاسم سلیمانی تبدیل به دو تا کشور متفاوت خواهند شد. متشکرم از شما فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی از استکهلم سوئد، با ما بیننده پوشش زنده ما هستید از خبری که سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله پهپادی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد. ما این خبر رو در برنامه‌های امروز به صورت زنده و اتفاقات و واکنش‌ها به اون رو داریم پوشش میدیم. همکارم فرن تقی‌زاده اینجا در استودیو با ماست. بیشتر بهمون بگو فرن، در شبکه‌های اجتماعی واکنش به این خبر چه بوده؟ کاربران رو که من بخوام دسته‌بندی کنم، اونهایی که خبر رو دنبال کردن، خبری هستش که تنها به کاربران ایرانی محدود نمیشه و بسیاری در آمریکا هم حتی دارن به این خبر واکنش نشون میدن. حالا برگردیم به سراغ کاربران ایرانی که دارن واکنش نشون میدن. دو دسته هستن، اونهایی که طرفدار حکومت ایران هستن، بسیار از این اتفاق و کشته شدن آقای قاسم سلیمانی ابراز نگرانی و ناراحتی کردن. ناراحتیشون به نوعی در شبکه‌های اجتماعی داره به
رواداری مجازی هم تبدیل میشه. از طرف دیگه اونهایی هستن که حالا لزوماً ممکنه واژه برانداز رو ما به اونها ندیم، ولی کاربرانی هستن که با مسائل روز آشنایی دارن و از کشته شدن آقای سلیمانی ابراز شادمانی کردن در شبکه‌های اجتماعی و خوشحال هستن و این رو ما در کامنت هایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی میتونیم ببینیم یا در توییت هایی که منتشر شده میشه دیدش. ولی در کنار همه این واکنش هایی که در لحظه به خبر وجود داره، یک واکنش های بدتری هم دیده میشه که نگرانی از آینده هستش. چه خواهد شد؟ آیا جنگ خواهد شد؟ آیا این اقدامی هستش که از طرف آمریکا شروع شد تا ببینه که تحمل ایران چقدر هستش؟ ایران چه واکنشی به اون نشون خواهد داد؟ همکار خودمون آقای باستانی در توییت خودش یه تحلیلی کرده و نوشته بود که این نشون میده که چقدر قدرت اطلاعاتی سپاه ایران چقدر هست. فقط در حد هستش که میتونسته آقای زم رو در عراق دستگیر کنه، ولی اونقدر قدرت اطلاعاتی نداشته که بتونه از فرمانده سپاه قدس خودش نگهداری کنه. این رو بقیه کاربران هم به نوعی دارن بهش اشاره میکنن. اونهایی که طرفدار حکومت ایران هستن از این دارن سخن میگن که این اتفاق چون آقای سلیمانی از لبنان به سمت عراق رفته بوده، این احتمالاً یک درز اطلاعاتی بوده که از همون طرف لبنان اتفاق افتاده بود. چرا دارن این حرفو میزنن؟ بخاطر اینکه یک سری از کاربرانی که خودشون هم اصولگرا هستن و طرفدار حکومت ایران هستن از این میگن که ما سالهاست که داریم میگیم به عراق نمیشه اعتماد کرد. عراق همون کشوری بود که ما 8 سال باهاش، ایران 8 سال باهاش جنگیده و به نوعی ما دیدیم که چطور رفتار کرده با ایرانی ها. چطور دارین انقدر اطمینان همه جانبه میکنید در یک کشور دیگه و به نوعی دارین عملکردهای ممکنه سیاسی یا نظامی داشته باشید؟ از طرف دیگه یک جنگ پرچم من میتونم بگم تو شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. چرا جنگ پرچم من اسمشو گذاشتم؟ به خاطر اینکه وقتی که خبر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی منتشر شد، دونالد ترامپ در توییت خودش عکس پرچم آمریکا رو منتشر کرد. زیر همین توییت رو که بخوایم نگاه کنیم، بسیاری از کاربرانی که باز با عکسشون رو تغییر دادن به عکس قاسم سلیمانی، پرچم ایران رو به نوعی به آقای ترامپ نشون دادن و گفتن که ما انتقام میگیریم. این انتقام گرفتن پرچم مقابل پرچم رو به وضوح در توییتر میتونیم ما ببینیم. از طرف دیگه تصاویری هستش که از جسد قاسم سلیمانی منتشر شده در شبکه‌های عراقی، تلویزیون‌های عراقی گویا منتشر شده که بعد راه پیدا کرده به توییتر، در بین کاربران ایرانی هم بسیار داره دست به دست میشه. تصاویری هستش که بعد از انفجار رو نشون میده. دو تا تصویر هست، هم یک تصویر جسد هستش، یک تصویر دست آقای سلیمانی هست که هنوز انگشترش به دستش مونده. این دو تا تصویر به حدی داره دست به دست میشه که ممکنه که خود شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون بده. مثلا توییتر طبق قوانین خودش ممکنه بعضی از این اکانت‌ها رو ببنده به خاطر اینکه تصویر خشنی هست، یا اینستاگرام ممکنه که بعضی از این تصاویر یا ویدیوها رو حذف کنه به خاطر اینکه طبق قوانین این شبکه‌های اجتماعی تصاویری که خشونت توش داشته باشه حذف میشه، اگر که البته بسیاری از کاربران برن و اینو ریپورت کنن، یعنی اگر ریپورت بشه این تصویر برداشته میشه در اون شبکه‌های اجتماعی. ولی خب تحلیلی که دارن کاربران میکنن باز نسبت به این تصاویر دو نگاه هستش. اونهایی که مخالف حکومت هستن یا به نوعی دارن هنوز اعتراضات آبان 98 رو به یاد میارن، میگن که باید این تصویر دست به دست بشه تا نشونه ضعف و ظلم، حتی ظلمی که جمهوری اسلامی به بقیه مردم در یک ماه گذشته کرده رو نتیجهش رو ببینن. به نوعی دارن یادآوری میکنن اون چه که در یک ماه گذشته انجام شده و تصاویر بسیاری از آبان 98 منتشر شد که نشون میداد نیروهای انتظامی و امنیتی شلیک مستقیم میکردن به مردم و هنوز این تصاویر تو ذهن مردم هست، در ذهن کاربران شبکه‌های اجتماعی. از طرف دیگه اونهایی هستن که طرفدار حکومتن، میگن که این تصاویر جسد قاسم سلیمانی نباید دست به دست بشه به خاطر اینکه اون ظاهر قدرتمند یا اون سمبل قدرتی که قاسم سلیمانی داره باید تو در ذهن‌های بسیاری باقی بمونه و این ضعف رو نباید به نوعی تصویر ذهنی مردم رو تغییر داد و این ضعف رو نباید در ذهن‌ها به نوعی منتشر کرد و جاسازی کرد. از طرف دیگه در ایران ویدیوهایی داره منتشر میشه، گویا برخی از اونهایی که از هواداران آقای قاسم سلیمانی هستن در کرمان به نزد خونش رفتن، تجمع داره انجام میشه از طرف هوادارانش. تصاویر دیگه ای داره صدا و سیما کرمان نشون میده که باز در خبرگزاری فارس اینستاگرامش منتشر شده که گویا راهپیمایی هستش در اعتراض، نشون دادن اعتراض هواداران حکومت
حکومت و هواداران قاسم سلیمانی به اتفاق و کشته شدن ایشون. تصاویر از متروی تهران داره منتشر میشه، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در خب تجمعی که همیشه وجود داره به خاطر سوار شدن مردم به متروی تهران چیز عادی هستش که این روزها دیده میشه، همیشه بحث ترافیک نبوده، حمل و نقل عمومی بوده در تهران، ولی یک گروهی از مردم دارن مرگ بر اسرائیل رو شعار میدن در مترو تهران که این باز از تصاویری هستش که منتشر شده. ولی خب این تصاویر وقتی منتشر میشه در کنارش مردمی هم دیده میشن که هیچ به نوعی صدایی ازشون بلند نمیشه و فقط بخشی هستن که دارن اینطور واکنش نشون میدن. واکنش ها احتمالاً بعد از اینکه خبر تحلیل های بیشتری منتشر بشه ازش، یا اینکه واکنش های بیشتری از طرف مقامات کشورهای مختلف حتی منتشر بشه، در بین کاربران هم به تبع زیادتر میشه. ما از مخاطبان خودمون خواستیم که نظرشون رو در این مورد برای ما بفرستن، اگه تحلیلی دارن یا حتی نظرشون در مورد کشته شدن آقای قاسم سلیمانی دارن به تلگرام ما که آدرسش هست @bbc شما پیامگیر تلگرام ما هست برای ما بفرستن که ما در بخش های خبری اونها رو منتشر کنیم. متشکرم از تو فرن تقی‌زاده. در ادامه واکنش ها، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا کشته شدن قاسم سلیمانی را ترور جنرال ایرانی خوانده و گفته این حادثه به طور جدی و خطرناک تنش ها را در خاورمیانه تشدید خواهد کرد. آقای کوربین گفته دولت بریتانیا باید ایران و آمریکا را مهار کند. او همچنین از دولت خواسته در برابر اقدامات او به گفته او لفاظی های خصمانه آمریکا بیستد. مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنگالن سوئیس با ما هستن. آقای طلعتی، ایران، مقامات مختلف در ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که انتقام سختی خواهند گرفت. انتقامی که ایران میتونه بگیره در این مورد رو چگونه باید متصور بشیم؟ چه انتقامی؟ ببینید توی این لحظه اینکه بشه تصور کرد ایران چه برخوردی در برابر این حادثه خواهد داشت بسیار دشوار هستش، به خاطر اینکه موقعیت منطقه یک موقعیت بسیار پیچیده‌ای هستش و این واقعی و این قضیه و این حادثه هم بهش اضافه شده و بر پیچیدگی مسئله اضافه کرده. متاسفانه بس بر سر این هستش که هر گونه حرکت شدید ایران با پاسخ احتمالی و قدرتمندتر آمریکا مواجه خواهد شد. یعنی ایران در وضعیتی هستش که شاید بشه گفت میخواد کاری بکنه اما نمیتونه کاری بکنه و باید یه کاری بکنه، به این خاطر که حتی نه به خاطر خونخواهی آقای سلیمانی که توی این قضیه ترور شد، بلکه به خاطر اینکه این قضیه رویه‌ای نشه مبنی بر انفعال ایران و این بحث و این بهانه رو بده به دست آمریکا که دنبال این باشه که دیگر نیروهای ایرانی رو در داخل منطقه ترور بکنه. در واقع این تضاد وجود داره. اگر ایران کاری نکنه به همون قضیه دوچار خواهد شد که اسرائیل با ایران در منطقه شروع کرده از زمان درگیر شدن ایران در سوریه، با این وصف که اسرائیل شروع کرد مواضع ایران و موقعیت هایی که ایرانی ها توشون هست رو در داخل سوریه و حتی این اخیراً در عراق رو بمبارون بکنه و با هیچ واکنشی از سوی ایران مواجه نشد و همین سکوت ایران باعث جریتر شدن اسرائیل شد. حالا ایران اگر در برابر آمریکا و در برابر این حادثه سکوت بکنه، در واقع دست آمریکا رو برای اقدامات بعدی و جسورتر باز خواهد گذاشت و این در واقع به نوعی ضربه پذیری ایرانی ها رو در منطقه بیشتر خواهد کرد. اما از طرف دیگه اینکه چه حرکتی خواهد کرد این هم بسیار قابل بحث هست، به این دلیل که باز هم میگم هر حرکت ایران که بحران رو تصاعد بده به مراحل بالاتر فقط موجب این خواهد شد که ما به آستانه جنگ نزدیکتر بشیم و در آینده یک جنگ فراگیر رو در منطقه خواهیم داشت. این اون موضع سختی هستش که فعلا ایران در دوچارش هست و بهش مبتلا شده. خیلی ها تصمیماتی رو که ایران در منطقه می گرفت رو قائم به شخص آقای سلیمانی می دونند. از نظر شخصیتی او چطور آدمی بود؟ ببینید آقای سلیمانی زمانی نیروی قدس رو بهش تحویل دادن که نیروی قدس در واقع یک نیروی کاملا از کار افتاده بود، نیروهای سرخورده بودن، هیچ انگیزه‌ای حتی از نظر سازمانی در درون سازمان سپاه برای حفظ این نیرو وجود نداشت
و بعد از رفتن آقای وحیدی فرمانده سابق نیروی قدس، این نیرو به شدت دچار انفعال بود. در چنین شرایطی که ایران درگیر قضیه بوسنی بود و نیروها در اونجا بودن، این نیرو رو تحویل آقای سلیمانی دادن. آقای سلیمانی از این نیرو یک سازمان بسیار پیچیده، باثبات و منسجم و با دیسیپلین و با نظم درست کرد که تونست در تمام حوادث داخل منطقه و جریاناتی که داخل منطقه وجود داشت بتونه نفوذ داشته باشه و حرف تقریبا مؤثر و آخر رو در تمام این تحولات بزنه. این سازمان به خاطر اون شخصیت کاریزماتیکی که آقای سلیمانی داشت تونست در وقایع عراق، سوریه، خدمت شما عرض کنم که افغانستان و حتی این اواخر در یمن حرف اول رو بزنه و در واقع این پیشرفت سیاست‌های منطقه‌ای ایران در واقع مدیون شخصیت کاریزماتیک ایشون و کار تشکیلاتی و نظامی و امنیتی بود که در درون نیروی قدس کرد و نیروی قدس رو از یک نیروی درجه چندم به مرحله رسوند که حرف اول رو در معادلات سیاسی و منطقه‌ای می‌زد. بنابراین ایشون اما از نظر فردی ایشون بسیار انسان متواضعی بود، بسیار انسان مهربانی بود تا اونجایی که خاطرات من از ایشون به یادم میاره. در هر صورت دو تا شخصیت کاملا متفاوت داشت و از نظر سازمانی میگم ایشون تونست اون نیرویی را که در معرض انحلال بود بعد از جریانات خدمت شما عرض کنم که اتفاقاتی که داخل تشکیلات و به هم خوردن بافت سپاه خورد تونست این نیرو رو به این وضعیت برسونه و فکر میکنم که در هر صورت نیروی قدس با رفتن ایشون یک خدمت شما عرض کنم به این معنا که یک خلأ ایجاد خواهد شد، ولی این تشکیلاتی که از ایشون به جا مونده قاعدتا قائم به فرد نبوده، ممکنه در کوتاه مدت این خلأ بتونه بر تأثیر این نیرو در شرایط منطقه‌ای تأثیر بذاره، اما در هر شکل این نیرو باقی خواهد موند و کسای دیگه هستن که به نظر من میتونن جای ایشون رو بگیرن و جمهوری اسلامی از این نظر هیچ مشکلی تا حالا نداشته. اما ایشون یک شخصیتی هستش که قابل مقایسه با هیچ کدوم از شخصیت‌های نظامی و امنیتی و حتی سیاسی که در سالهای اخیر در ایران ظهور کردن نبوده و نیست. در مورد جانشین او چه فکر میکنید اسماعیل قاآنی؟ ببینید آقای قاآنی بیشتر یک شخصیتی بوده که بحث لوجستیک، میدونید که آقای قاآنی از زمان آقای وحیدی قائم مقام ایشون بوده و از نیروهایی هستش که بعد از اومدن آقای سلیمانی موند و قائم مقام ایشون شد. ایشون شخصیتی هستش که معمولا کارهای بوروکراتیک و اداری و لوجستیک و سازماندهی رو بر دوشش بوده و کارهای ستادی رو انجام میداده. یکی از وجوه بارز آقای سلیمانی این بود که فرماندهی عملیات رو شخصا به درون مناطق درگیری برده بود و خودش حضور داشت و این باعث میشد که قدرت تاثیرگذاری نیروی قدس در مناطقی که ایشون شخصا حضور داشت بیشتر باشه. اما آقای قاآنی بیشتر شخصیت پشت پرده بود، بسیار شخصیت منضبط و خدمت شما عرض کنم که با نظمی هستش و تونست در طی این سالها ستاد نیروی قدس رو، ساختمانهای نیروی قدس رو، بحث آموزش و لوجستیک و سازماندهی مجدد این نیرو رو که پشتوانه تصمیمات و حرکتهای آقای سلیمانی بود رو در درون چارت اداری مملکت جا بندازه و بتونه از نظر اداری و بودجه این نیرو رو مستقل بکنه. بنابراین ایشون شخصیت بسیار مهمی هستن، اما اینکه از نظر عملیاتی بتونن جای ایشون رو بگیرن، خب حالا باید دید در آینده چه اتفاق خواهد افتاد. در ایران یکی از دلایل محبوبیت آقای سلیمانی این بود که او امنیت ایران، امنیت مرزهای ایران به عهده اوست. آیا این موضوع ممکنه که این نگرانی رو برای ایران در مورد امنیت داخلی ایران ایجاد بکنه؟ ببینید در هر صورت به نظر من، هرچند من بعید میدونم که آقای سلیمانی در داخل ایران توی سیاست به اون معنایی که منظور نظر ما هستش درگیر شده باشه. ایشون خودشون رو بیشتر نیروی سپاه میدید تا نیروی سیاسی و نیرویی که بخواد خدمتکار یا اون تشکیلات سیاسی باشه.
در هر صورت از ایشون به عنوان برادر بزرگتر و به عنوان کسی که تاثیرگذار هست، حرف شنوی وجود داشت و به نظر من نظرات ایشون در برخوردهایی که در داخل ساختار سیاسی و امنیتی و نظامی، حتی سازمانهایی که به ایشون ربط نداشت، شنیدار داشت و میشنیدن حرفای ایشون رو و احتمالاً تاثیرگذاری زیادی داشت. میدونیم که ایشون تاثیر زیادی بر سیستم سیاست خارجی ما داشت، بر دستگاه دیپلماسی ما داشت و قاعدتاً تشکیلات داخل ایران از وزارت کشور گرفته تا وزارت اطلاعات و بقیه سازمان‌های دیگه هم به نحوی متأثر از طرز تفکر ایشون و طرز عمل ایشون بود. به خاطر اینکه بحث امنیت بحثی هستش که دو طرفه هستش، شما باید امنیت خارجی رو همیشه به امنیت داخلی پیوند بزنید و اگر این دو تا رو از هم جدا بکنید، در واقع دو حوزه مختلف به وجود آوردید که امنیت مملکت رو زیر سوال می‌بره و باید این قضیه با هماهنگی و خدمت شما عرض کنم که مشورت با تمام سازمان‌ها صورت بگیره. از این نظر آقای سلیمانی یک نقش محوری رو داشت و تونسته بود تقریبا تمام محورهای مختلف و متضاد در داخل ایران رو حداقل حول حوزه امنیت متحد بکنه و خودش هم قطعا با اون شخصیت کاریزماتیکی که داشت تأثیر زیادی بر نحوه تفکر و سازماندهی نیروها در داخل ایران داشت. متشکرم از شما مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل امنیتی و نظامی از سنت‌گالن سوئیس. بیننده پوشش زنده ما هستید. از خبرهای مربوط به کشته شدن سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حمله پهپادی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد، سفارت آمریکا در عراق از همه آمریکایی ها خواسته که این کشور رو فوراً ترک کنند. همزمان وزارت نفت عراق تأکید کرده که بعضی از کارکنان آمریکایی شرکت های نفتی خارجی که در بصره کار میکردن در حال ترک اونجا هستند. اینجا در استودیو همکارم کیوان حسینی با ماست. مهمترین واکنش های خارجی و بین المللی به این خبر چه بوده کیوان؟ تمامی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تا این لحظه به این خبر واکنش نشون دادند، یعنی بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه. یک تمی که تکرار میشه در تمام این واکنش‌ها این هستش که خواستار خیشتنداری شدند از طرفین و مشخصاً دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار این شد که دو طرف با آرامش به این مسئله بپردازند. در این حال آقای راب گفتش که کشورش همیشه قاسم سلیمانی رو به عنوان یک تهدید به رسمیت میشناخته و از این زاویه هم به موضوع نگاه کرد. آقای راب امروز با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی صحبت خواهد کرد در ساعات پیش رو. در فرانسه هم یکی از وزرای کابینه مکرون گفتش که ما امروز به یک دنیای خطرناکتری چشم باز کردیم. فرانسه اعلام کرده که توی این موضوع حتما فعال خواهد بود و امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور با بازیگران مهم منطقه تلفنی صحبت خواهد کرد. چین و روسیه هم هر دو خواستار خویشتنداری شدند و البته لحن روسیه تا اندازه زیادی بین این چهار کشور متفاوت بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قاسم سلیمانی رو مردی توصیف کرده که در خدمت منافع ملت ایران بوده و ایشون حتی تسلیت گفته به ملت ایران کشته شدن قاسم سلیمانی رو و در این حال این اتفاقی رو که افتاده یک در واقع تحریک بسیار خطرناک توصیف کرده. جنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم از همین طرف ها به ویژه ایران خواست که خویشتندار باشن و در این حال گفتش که باید به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور عراق هم احترام گذاشته بشه و از ایران و آمریکا خواست که هر گونه واکنشی رو با توجه به منشور سازمان ملل متحد انجام بدن و به این منشور احترام بگذارن. واکنش متحدین، واکنش ها خب میدونیم که در جاهای مختلف دنیا متفاوت بوده، واکنش متحدین ایران رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ همطور که میشد پیش بینی کرد، بسیاری از گروهایی که گفته میشه که وابستگی هایی دارن به سپاه پاسداران یا مورد حمایت سپاه پاسداران هستند به اشکال مختلف نسبت به این مسئله به تندی واکنش نشون دادن و عموما تسلیت گفتن. یکی از مهمتریناشون حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هستش که در واقع ایشون گفته که به این شهادت قبطه میخوره و خبرگزاری دولتی لبنان از ایشون یک بیانیه‌ای رو منتشر کرده که تسلیت گفته به ملت ایران و
کشته شدن قاسم سلیمانی رو یک خبر بد بسیار ناگوار توصیف کرده. در یمن محمد علی حوثی فرمانده شورای عالی انقلابی حوثی ها که در واقع فرمانده حوثی ها و گروه انصار الله یمن تا اندازه‌ای محسوب میشه هم تسلیت گفته و خواستار پاسخ مستقیم و فوری ایران شده به این مسئله. باسم نعیم رئیس شورای روابط بین الملل گروه حماس در غزه هم به این موضوع واکنش نشون داده، آمریکا رو مسئول این ماجرا خونده و گفته که این کشور مسئول تمام خونهایی هم خواهد بود که بر سرزمین عرب بر خاک ریخته خواهد شد. حماس مشخصا یک بیانیه جداگانه‌ای هم صادر کرده و تسلیت گفته در سرزمین‌های فلسطینی در غزه سازمان جهاد اسلامی که دومین گروه مهم اسلامگرای غزه هست بعد از حماس بیانیه‌ای صادر کرده، تسلیت گفته، همبستگی اعلام کرده با مردم عراق در برابر آنچه که سلطه آمریکا توصیف کرده. در عراق هم قیس خزعلی فرمانده اصحاب اهل حق، یکی دیگه از گروه‌های شبه نظامی که شبیه به گروه کتایب حزب الله که فرماندهش کشته شد از گروه‌های مورد حمایت ایران توصیف میشه و از گروه‌های شبه نظامی شیعیان عراق هست، اعلام کرده در بیانیه تسلیت دوباره و همون حرفای همیشگی و گفته که نتیجه نهایی برای آمریکا و اسرائیل شکست خواهد بود. و سوریه هم واکنش نشون داده، خبرگزاری سانا گزارش رو منتشر کرده به نقل از یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه این کشور و در اونجا هم کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس محکوم شده توسط این کشور و اعلام شده که حتما کار آمریکا بوده و تا اندازه زیادی همچنان محکومیت‌های زیادی از طرف متحدین ایران در واقع در منطقه منتشر شد. در اسرائیل هم وضعیت در اسرائیل تا اندازه متفاوت هست. آقای بنیامین نتانیاهو در سفر بود، در قبرس داشتش یک سری پیمان‌های اقتصادی رو امضا می‌کرد و اعلام شد که ایشون سفر خودش رو قطع کرده، به سرعت به تل آویو باز خواهد گشت. امروز یکی از روزنامه‌های اسرائیل یه گزارش منتشر کرده بود که تمامی اعضای کابینه این کشور دستور گرفتن که فعلا درباره مرگ قاسم سلیمانی مصاحبه نکنن، ولی خب تقریبا فضای رسانه‌های این کشور و بسیاری از مقام‌های این کشور حمایت و استقبال از این بوده. حتی مخالفان، کسی مثل امیر پرز رهبر حزب کارگر در حال حاضر که در واقع یکی از مخالفان دولت محسوب میشه به عنوان مثال، استقبال کرده از کشته شدن قاسم سلیمانی و در این حال هشدار داده که دیر یا زود بعید نیست که اتفاقی برای این کشور بیفته. ضمن اینکه وضعیت اضطراری اعلام شده، برخی از تفرجگاه‌ها به عنوان مثال در بلندی‌های جولان کلا تعطیل شدند و این احتمال مطرح شده که ایران بخواد برای این انتقامی که ازش صحبت کرده ضربه ای هم به اسرائیل بزنه. اینجا در توییتر دارم می‌بینم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک پرچم ایالات متحده رو بدون هیچ توضیحی توییت کرده. دیگر واکنش ها در آمریکا چه بوده؟ این یکی از البته خیلی از مهمترین واکنش ها بود. خیلی منتظر بودن ببینن که بالاخره آقای ترامپ چه خواهد گفت که فعلا همین پرچم رو توییت کرده. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده یه توییت دیگه ای رو منتشر کرده، ویدئویی رو منتشر کرده که تعدادی از مردم عراق رو تو خیابون نشون میدن که پرچم عراق رو در دست دارن و در حال جشن و پایکوبی هستند و این ویدئو رو به عنوان ویدئوی جشن مردم عراق از کشته شدن قاسم سلیمانی منتشر کرده. ولی تصویر کلی تری که از واکنش ها در ایالات متحده بخوام بدم این هستش که تا اندازه‌ای بر روی خط جمهوری خواه و دموکرات تفاوت‌های دیده میشه، هرچند که هر دو گروه به نوعی از کشته شدن قاسم سلیمانی استقبال کردند و خیلی‌ها قاسم سلیمانی رو یک تروریست خطرناک توصیف کردند، اما گروهی از دموکرات‌ها هستند که انتقاد می‌کنند از این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای چنین کاری و صحبت می‌کنند از اینکه احتمالاً نقضی در استراتژی وجود داره یا ابهاماتی وجود داره که حالا می‌خواد چیکار بکنه آمریکا. اما جمهوری خواهان کنگره به طور کلی ستایش کردند. یکی از مهمترین هاش هم لینزی گراهام سناتور عضو شورای در واقع کمیته روابط خارجی سنا گفته که آقای سلیمانی دستش به خون آمریکایی ها آلوده بود. متشکرم از تو کیوان حسینی اینجا در استودیو. یک بار دیگه میگم که پوشش زنده ما رو اینجا در بی بی سی فارسی میتونید در طول امروز تماشا کنید. تا دقایق دیگر با یک بخش بعدی خبر با شما خواهیم بود. ممنون که این یک ساعت با ما بودید.